نصیحت پدرانه استاد عطا محمد نور، فاتح شمال و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت. به نام خدا و با درود سلام به کانال ادلارسانی ما خوش آمدین. مشروح خبرها. عطا محمد نور: هیچ امر مهمتر از شکلگیری یک صف واحد در برابر طالبان نیست. انتبندت فارسی: در افغانستان گروه مسلط شده که با توسل به جنایت، نقض حقوق بشر، سرکوب زنان و دختران و سلطه‌گری این کشور را برای مردم جهنم کرده است. علی شیر شهید. عطا محمد نور، استاندار پیشین بلخ و رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان، میگوید در شرایطی که زندگی به کام مردم در افغانستان تعلق شده است، هیچ امری مهمتر از شکلگیری یک صف واحد در برابر طالبان نیست. عطا محمد نور که روز شنبه 18 مارس در یک نشست مجازی در برنامه با عنوان هفته راز مردان تاریخ صحبت میکرد، توکید کرد که در افغانستان هیچ گروه مسلط شده که با توسل به جنایت، نقض حقوق بشر، سرکوب زنان و دختران و سلطه‌گرایی این کشور را برای مردم جهنم کرده است. او گفت در روزگار کنونی گروهی بر سرزمین ما مسلط شدند که جز توسل به جنایت، نقض حقوق بشر، سرکوب زنان و دختران، ضرب شتم مردم به نام‌های مختلف، هویت زدایی و فربه کردن تنش‌های قومی، زبانی و مذهبی، سرزمین ما را به جهنم تبدیل کردند. استاندار پیشین بلخ: افزود گروه طالبان چنان فضای اختناقی را خلق کردند که مردم برای رهایی از چنین وضعیت لحظه شماری می کنند. در کنار گسترش فقر، بیکاری و گرسنگی، محرومیت دختران و زنان از کار و همچنان اعمال آپارتاید جنسیتی، فضای خفقانی را حاکم می کنند. در این نشست مجازی که با حضور رهبران سیاسی و شماری از مقامهای حکومت پیشین افغانستان برگزار شد، عطا محمد نور تاکید کرد که برای ایجاد صف ضد طالبانی آماده هر نوع قربانی است. او گفت در چنین وضعیت هیچ امری مهمتر از شکلگیری صف واحد مخالفان سیاسی طالبان و پیروان خط فکری ضد طالبان نیست. این صف باید شکل بگیرد و من بار دیگر تکرار میکنم که در این را از هر نوع فداکاری بدون هیچ امتیازی دریغ نمیکنم. پس از این نشست مجازی رهبران سیاسی و مقامهای حکومت پیشین افغانستان قرار است این رهبران روز یکشنبه 19 مارس یک طرح تازه سیاسی افغانستان از وضعیت کنونی به عنوان طرح نجات افغانستان از بحران ارائه کنند. این طرح را مجموعی از رهبران افغانستان در قالب شورای به نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان تصویب کردند و در آن بر راه اندازی روند مذاکره با طالبان برای عبور از بحران کنونی افغانستان تاکید شده است. در طرح این شورا همچنین آمده است که اگر طالبان به درخواست برای راه اندازی مذاکره و حل بحران افغانستان توجه نکنند، باید مقاومت مسلحانه علیه این گروه به سراسر کشور گسترش یابد. از توجه آن جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین.